همین نانی همین قشلاق بسیار نانی با مزه است دیگه. خیلی نانی تویزی خب انشالله بخیر در توی خود تارم بیایم بخیر میایم میایم اگه گیتی بود دل دیگه زرد است. با همین سرک آمدیم به اشه و این سرک هم بسیار دورمدراز است که همکارم قسمتش هم در تصویر بگیره. این همین سرک است که ما از خود فیض‌آباد آمدیم. یک کمی نور یافته آمده اگر تصویرم درست‌تر شوه خب بازم فکر کنم که تصویر درست نمیده. خب به هر صورت انشالله از دمای راه ما تصویر میگذاریم در شاتای مختلف هم شما از بینده ببینین. هیچ کس این را نمیده در تاریخ این 200 سال 300 سال پیش که ما اگر این عمر داشته باشه معلوم نگه که همون تاریخ ایماندگی سک در اینجا سیم یا قیره به نام عشه میگه که عشه عشه تاریخی است سیم میدمون که از اول انقلاب سابقه در نمیجا دیگه جوی ما یک مردمی کم بود و کم بغل به نام خداوند یکتا و به همتا هموطنان عزیز و مهربان درود بر شما. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین و همچنان زندگی تا خوب و خوش بگذره. هموطنان عزیز و مهربان شما که بدخشان میدیا دنبال میکنین ما از فیض‌آباد خیلی دور آمدیم به یکی از قریه‌جات خیلی خوب و دیدنی بدخشان آمدیم. میخوایم از اینجا یک گزارش خیلی خوبتر هم تهیه کنیم. ما آمدیم اما مردم ها رفتن طرف کار و بارشان و مستفیدهای قوم هم رفتن طرف شهر. از او خاطر ما زحمت کشیدیم آمدیم نخواستیم که به برنامه باشیم. اینجا یک برنامه خوبتر به شما از زای بینده گفتیم تهیه کنیم. اینجا هم عشه میگن. اینه که چرا عشه میگن انشالله دربارش هم صحبت میکنیم. یک جایی که پر از کوه است و همچنان هموطنان عزیز مونده اینجا زندگی میکنن. جای زیبا و همچنان اینجا در فصل بهار هم یک جای خیلی دیدنی میشه که بخصوص تمام دامنه ها و بیابان و کوه ها رو میبینین پر از سبزه و علف اینا بشه که در هنگام بهار هم انشالله که با همکارایمون پلان میگیریم به خیر میاییم و اینجا هم یک گزارش هم در وقت بهار هم به خیر تهیه میکنیم. ما هر جایی که رفتیم برنامه ساختیم همو وقتی که برنامه را شروع میکنیم تا حالی ما در بهار گیر نمیاییم که می سبزه ها و علف های اینجا را به شما بیننده عزیز نشان بدیم. خب انشالله که زندگی باقی باشه و حیات و عمر ما هم که باقی باشه در دنیا انشالله با همکارای عزیزمون به خیر میاییم و در وقت بهار هم یک برنامه های خیلی خوب با شما عزیز بیننده تهیه میکنیم. و اینجا هم مسیری است که ما آمدیم از فیض‌آباد که همکارم در تصویر بگیره. این مسیری است که ما از فیض‌آباد با همین سرک آمدیم به اشه و این سرک هم بسیار دورمدراز است که همکارم قسمتش هم در تصویر بگیره. این همین سرک است که ما از خود فیض‌آباد آمدیم. یک کمی نور یافته آمده اگر تصویرم درست‌تر شوه خب بازم فکر کنم که تصویر درست نمیده. خب به هر صورت انشالله از دمای راه ما تصویر میگذاریم در شاتای مختلف هم شما از بینده ببینین. و اینجا هم دامنه های کوه است که در تصویر میبینیم بینده های عزیز هموطن هایمون در اینجا زندگی میکنن مصروف کار و بار و زندگی روزمره شون میباشن و معمولا هموطن هایمون ساعت 7 صبح از اینجا حرکت میکنن تا خود فیض‌آباد میرون. تقریبا 2 ساعت اینا پیاده روی میکنن تا فیض‌آباد برسن. خب از این بیشتر ما صحبت نمیکنیم، صحبت ها دوامدار نشه چون بیننده ما خسته نشون. همراه کاکای مون در اینجا صحبت میکنیم درباره اینجا معلومات بتن. حاجی سیب سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین. بقوت هستی؟ سلام هستی. نمی خدا خوب بقوت هستی. ما کرا خود بقوت هستی. چند ساله باشی؟ اگام 70 نباشم. 70 ساله. 70 ساله. آها. زوری دستون چقدر است؟ کو یک زور بزنین. نوی خدا خوب بقوت هستیم. خب چی رقم هم روغن زرد نخرین؟ کسا که روغن زرد بخرن روغن زرد در اون صحبه خود اکه همتون پیدا میشه در این وقت روغن زرد هم دید پیدا نمیشه. پیدا نمیشه. خب نامتون چی ساجی سید؟ عبدالمتحیر. عبدالمتحیر بسا خوب چقدر وقت میشه اگه خدا دمی عشه زندگی میکنی؟ ما از تاریخی این پدرامون بابامون همون تو قصه کرده میریم دمی افتاد که ما گرفتیم دنمی عشه است مثل می روان زندگی من دنمی عشه است. آها بفرمایید قدم زدم ببینم کوچه پس کوچه های عشه را مرتب می گردیم. خب بسیار خوب زنده باشین. چند سال گفتین؟ 70. 70 سال. 70 سال. آها بسیار خوب زنده باشین 70 سال. این چنار چقدر وقت یاد میتین که چنار باقی مانده باشه؟ معمولا چنارا را ما در هر جا میبینیم بسیار عمرشان زیاد است. این چنارا این چنار سه هیچ کس ایران نمیده در تاریخ این 200 سال 300 سال پیش که ما
اگر این عمر داشته باشه معلوم نیست که همون تاریخ ایماندگی است. تاریخ از هیچ معلوم نیست. معلوم نیست. به نظر چند سال باشه همی؟ به نظر این است که بایشال 600 هم بالا. بالا سا. غیر همی چنار دیگه درختان همی قدر عمر میکنه؟ نه. نه غیر از چنار دیگه درخت عمر نمیکنه. این چنار 16 متر جز جز کم بری از این برداره. در طول تاریخ انقلاب سابقه پیشی بود این چهار در یعنی مسجد مثل خیمه بار خمیدگی بود یک نمایشی جا بود این همی توب زده تیاره زده بمبار کرده این میبینه که کلی از این شاخی شپه از این کپ و کپ سک یک نام تنش مانده این تاریخ این چنار, چنار تاریخی که در افغانستان فکر نمیکنم که یادت یاسیت از جاد باشه این مسجدی که شما نماز میخوانین همیجاست این مسجدی که ما نماز میخوانیم به نام مسجد عشق است که ما بعد از پیروزی انقلاب باز داخل ما کندیم مایسر باز جور کردیم باز در این نماز خوندن میریم بسیار خوب زنده باشین چقدر قریه است اینجا در اینجا سین یا قریه به نام عشق میگه که عشق عشق تاریخی است سین میدمون که از اول انقلاب سابقه پایه انقلاب که در عشق هم که 2000 رقم توب میزد عشق هم میزد ای بولم که می اومد اشیرا میزد این روزی نبود که ما 5 نفر گور میکردیم این بنای مسجد داوود پوسه شوروی بود سین میرمون دناوی پوسه دولتی بود دناوی پوسه مجاهد دنای بن مثل یک بندی وری مزندگانی میکردیم این بنای شکل سی با هر تولاتی که بگرده نمی مشت لغا سر یشیز در نمیجا دیگر جوی ما یک مردمی کم بود و کم بغل مردمی به نواز جوی دیگر رفتن میگه مرقی پرکنده واری جوی رفتن نمیتونه در نمیجا دستش میزنن میشینه چکنه دیگر یعنی که امو پاسگاه نظامی ها همیجا بودن پاسگاه نظامی همیجا بود که اون اوجا پوسای شوروی بود دولتی بود اوجا پوسای امنیتی دولتی بود این نشه به نام کلیکانی وکیل مجاهد بود این سنده بین ما درم باست نمی شاورم تو می آمده روزن تو می آمده در هر کندک که ده تا سنگر کندکی بود بنامی که برادر این مردم زندگانی کنن بسیار یک زندگانی ترکن نیه که مردم یک مردمی جاتر نمو چند تا مشیدی که دقیقه خیر من رسید بز جاست اون نمو یک چیزی بودن هیچ جاست یک پوشیدن فرا کنن رفتن یوش ببینو که کنکای ما یک جا آمده سلام علیکم سلام علیکم جان و جور است بخیر است یه جای سوچه نام چیز؟ نام من نصیر احمد نصیر جان یک جا آمده ایمی بلا باخکاری داشتیم ایم جا آمدم یوش های باخکاری داشتی باغ چی داری؟ نمی بید است نمی عرار رس نمی گبا باز باغ های خط است یا با کنام کار بگیری؟ نیست با خط ما نسیگه پدر ایسا کاسی بسیار خوب چقدر جریب هست؟ والا خیلی ما جریب بیجا داشت نیست اگر دیگه کوبان است دیگه نمی نو نو کندی دیگه جریب او معلوم نیست آفتاب برآمد و آفتاب نشست های خدت دیگه بله سر دیگه نمی گفا هست خب بسیار خوب زنده باشین سلامت غیر از باغداری دیگه چی کار میکنی؟ دیگه سر دقانه میکنیم دقانه؟ بله چی کشت میکنی در زمین ها؟ در زمین ها گندم میکاریم و دیگه نمی پاتک به حساب ایوانا میکاریم و همین گپوها رو با اینا در بازار میره میفروشی یا نه؟ نه سه بیجان لالما هست دیگه همه میکنیم که همین مشکلی خود در رفت میکنیم خود کفا هست دیگه من دیگه خود خود کفا هست باز آجی سه یک وقتا اگر مثلا میگفتن کسایی که خر می داشته باشن با همین خر یک گفته یکان خواندن کده میرفتن یالی هم هم رفتن باشه نه خیلی باز او گپوش میشه ایشان خب این اگه یک خرم داشته باشه یک چوبام دادش چه خوانده کلا خودش زمزم کلا میره باز چی رقم اگه تو بابا میخونی خیلی باز میخونیم دو وقت این حاجی سیب خواهش کنه که بخونه اگه تو خب بخو یک تو نه خیلی باز خیر از دیگه برای کامرا قایت میکنیم سر زمینا باشه بخونه این همه جایی نگاه تیاقت هم هست خرت هم هست حاجی سیب هم هست خود ما هستم بخون دیگه اگه باز دیگه مرا گیر نمیکنی باز مردم اولم دگر نه آقا وقت دیگه خوندن میکنیم نه بیا خیر از بار اول سلام خواهش کنم بخدا یک تا میخونی ما دیگه تر اگر خواهش کنم همی خوندن شاید اگر غرض ما نگیری خوب میشه ها آسیب خیر نشد ای بودا نه بیا چه واسه ها آسیب خیر بیا خیر است تشکر زنده باشی برو با خیر باشی زنده باش سلامت بریم با جسته بدامه بطی ایجا با کجا میروم ایجا سه بی سرک
میرو سپر شو است بر سرک سابقه بود که سرک هفتل است ها اینجا این نام سرک به نام کوی بالا میره به نام کوی غازیان کوی غازیان کوی غازیان نامش شنیدید نامش شنیدید بسیار یک نام مشهور هم داره ها نام مشهور داره که کوی غازیان ای کوی غازیان اون طرف هفتل میگن چه میدونم که باقش لوقای بسیار زیاد زکی به نام هفتل هفتل این از جا می روید سید می روید سپیخ شو می روید سپیخ شو سونی پردخم می گرده و یلگرگ می گرده و گلدره و ملمان جا این در این میانه کوز این سید عدی بولار که می روید هفتل می روید سابقه که بود رای اروم هفتل راه به نمی جا بود که به نمی جا قد می رسن می آمدن حالا چی رقم به همینجا کسایی که مثلا اگر راق بخوایم بروان قطع خرچان پیاده میشه بروه اگه این آره هم آره که موتر برامده سهاتوز جاد برامده سرک ها جور شده با او سرم نه با او طرف که سرک جور شده مرم 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 با او سه قطع به هم سرک ها میدون در موتر دیگه به اینجا کم میدون این بعد قشلاق های اسپخش ها از جا زمیسان کن چی در این غال میگن اونجا حالی رو کردن و خونه رو کردن پویان رفتن بخاطر کشتکاریشون و همون بعد کارهای زمیسانیشون جمع میشون و با میرون دیگه این همین سرک که سرک خامت سابقه و سرک مهم که بود سرک هرشه نمیرخن سرک بود نمیرخن سرک بود آل خوبتر شده آل خوب شده آل یخی خیر این را آجی سه بابا بگن که چرا عشه میگن همین عشه چی معنا؟ عشه این در سابقه به نام عشه بود عشه بود آه که به نام عشه بود عشه یک عشه بود که جو مهران جوی ملجا می آمد سابقه در دولت های جمعگل خان می گفتن و دیگر سابقه ها اینجا جوی ملجا بود آه یعنی آنتا میگه که عشه کده رفته سه همین رقم بود عشه ها جو وقت یک ماش دو شیر جوات بس این همین سایه چینا را میلجا بود دیگه میلجا یک عیشه بود این ولی عیشه دست یکی که برادر یه چیزی نمونی نمی مرمه یکیش نگه باید خریب این نمی پروسه که نمی مرمه نمی بینی نمی گیرم این نمی گیرم شش هفت حالی زندگانی میکرد همین خیلی برام کش کرده هست این دنه یا سیر میلوان چند تحالی در اینجا بود اینا کچه رفتن این در اینجا اینا کوچیدن رفتن سیر میدمون با اقبا می رو من ادامه به تماجی سه با کدام قشلاق های دیگه ما می رسیم سپیش خواه سپیش خواه گفتی سپیش خواه سپیش خواه سپیش خواه سپیش خواه این نمی سده کسی که هو این نمو گلونگه که نبینی این از او طرف سپیش خواست با از سپیش خواه خطا می خیلی هاوش او سو میره اوگر است اوگر خلوکان است اوگر اوگرک اوگرکان این است این می رو نمی سده کسی سده که خیخامه اگر که قاقه بود خر می روید نبود دیگه خلاص نه می روید بسا خوب پشتی سر کوه دیگه قریاس دیگه دیگه قریاس ها نمی سره که می روید این طرف شما که می روید قریاس این طرف شما که می روید قریاس این یاری دیگه جزیره شده وقتی یک مالکران و گوکران اگر در جزیره نباشد دیگه کسی رفت آمد به اینجا بسیار کم داره در فصل بهار چی رقم سی کوه چی رقم سرسبز نشه در وقت بهار سید می روید دیگه بسیار یک سرسبز است سای علف ها این ماشر خوب داره و بیرش نمی کشت نندیس ها دیگه چیز دیگه بسیار خوب قشلاق هست دیگه زندگی رو این قشلاق هست یام روی آجی سیب هم صحبت کنیم خوب هستی بخیر شکر روی من را چکتا خوب هستی انشالله جان و جور هست ای کجا بفهمیدی که ما آمدیم ما آمدی پشتی ما ای کاکا فیروت کده ولی ما دفاق بودیم بز آمدیم بسیار خوب چی کاروبار بگینی؟ ولی دیگه نمی باخکاری داریم دیگه نمی کمی پیر شدم نام تا نفهمیدم نام چیست؟ نه ما شاه عبدالرحمن شاه عبدالرحمن از خانواده شاه هستی یا نی؟ بله بله همه تون شاه هستی؟ بله پشت ما شاه هستی میشه قصه کنید از بابا و اجدادتان اینا شاهی چی رقمی بودن؟ ولی خیلی پشت های کلان دیگه نیزرسی ما چی میپنیم مثلا نکلان نیست ای پدرم که شاگرد های نام داشت اینی بابا هم سمیرمون شای اسمت الله نام داشت دیگه او با بلاش هم با نمی فهم دیگه خیلی دوران پدرم می فهم دیگه کسایی که هموطن های شغنانی ما باشن معمول همه رقم شما های شغنان هستین؟ ولا نه خیلی انجینر تیم با نمی فهم دیگه مدا ای دورانی هم سابقه مادم اینجا چار پنج پشت کنانش ده پشت ده جاسم زندگی کردیم همین پشت های شما کارشان شا نام دارن
حال سری بچا بوگن شما می نوارا موندین یا نه؟ آ بله یا موندین سیم بله. چی موندین نامو شنا؟ یک شافایز موندگی سیم همین رقم نامو موندین. ها کله تا دیگه همون نسل به نسل شو مونده مینه دیگه. هر سال دارین دیگه. بله. سال خوب زنده باشه. شاخه. زنده باشین. چی کاروبار میکنی؟ خب ما انجینر سی دی نمی بخش یم زیرتکار نمی باغداری دارم کم کسر نمی رقم دیش. آ ما واس یا نه؟ ها من زیات زیاتر از یم درنات با درم میرازم میسونم بود بور بندیم. ها یا وای کجا میای؟ اومو نمی درم میای. سیف سو چما ورس. پس نه سی زیر کوبی ها. بله ای زیر کوبی برای ها. چما ورس پس. شکر زنده باشین سلامت و ای دوباره جو معلومات بدین خانه کیست مربوط کی میشه؟ این خانه کس بشینه نمیشینه؟ نه انجینر سی عبدالمصویر بود بار رب تو زیر نه. ها. ها دایجا دفتن کسی نمیشینه. ها ای تام تو مونده دیگه اینو کوچیدن. آ بله وزیر نرفت. مالداری بگن مالدار هستن مردم اینجا یعنی. ولا داره کم کسر انجینر سی بعضیش داره بعضیش نداره اون میراندم شهرو کار میکنیم میگم میام بود. بعد هر جا بریم همین قریه جات بریم قلنگ توی همه پرسیم قلنگ توی دایچ چقدر است؟ قلنگ تو انجینر سی دایجا مینم یک لگ ریپیاس دیگه سی میرمون می مالش شش هفت است برنجم دا بوجیس وردم یک دات وزه بوجیس بم یالو قلنگ انزی. خو یعنی غیر از یک لگ افغانی شش هفت مال هم بتین. بله دا بوجی برین میتیم و ششف کتی رو گانه دا بوجی واردنم ای ششف مال از قبلی بز گوزفن گاو و امینا همه بز گوزفن میتیم گاو رواج نیده جای ما خب بز گوزفن یک ششف تاش هم میشه یک لکه دیگه بود یک لکه میشه خود توز یک که توی بدلک هم بشترک جولک هم میرسه خودتان در چقدر پول در وقت یاد میتیم گرفته باشین زن ما در اون وقت که ما گرفتیم ما سوی در پنج هزار روپیه گرفتیم پنج هزار روپیه پنج هزار روپیه گرفتیم در پنج هزار روپیه پنج اون وقت اینه ست سر بار بود و ده تا مال بود و دیگر جنس ها زیاد بود پیسش کم بود کم بود اینه بند چیزی ما آمده که بعد با شش و هفت و با ده رسید با ده رسید با پانزه رسید با ده بلگ رسید این یاد یک وقتا ما با بین خیلی بین قومی با قلنگ پس آوردیم که چی که جوان های ما زن بیا و دختر های ما شو بیا و ما تایی بیام نشین قلنگ هم ماندیم بیدارش افتاد هزار متر چار بوجی برین متر و چار بوجی جارد متر و سیدیم میرمون یک نمی بعدی شدیدنی و مواد یعنی توی هم متر و همون نکاش میکنم میرم همون پیسه که میرم هشتو زر پر پس هم خشی هم دختر میکنم و خیلی هم دختر میگیرم هم میخرم و خیلی میبرم دیگه همون کاری نکنیم که همون کلا بلا ملامتگی سر مورد شوه باز چی رقم درباره رسم و رواجی عروسی بگن رسم و رواجی عروسی چی رقم است آغاز که میکنه چند روز در بر میگیره یک روز خلاص میشه دو روز خلاص میشه یا کی ما دم یک روز خلاص میکنیم سی هم تو دی یک روز خلاص میشه هم تو دی یک روز نون میتین نون قومی مناسب یک نون قومی رواج داریم که قومی جمع میکنیم و یک دات ملای یار جمع میکنیم سی مولا یارا شب در مسجد سی تقدیر میکنن و تعریف میگن همونجا با یک رسم رواجی قومی داریم که پنج رفت جمع میکنیم دمو شهر که یک کمک شبه سی میرمون دمو جمع میکنیم و داو تقدیر میکنیم صبح نکاش میکنیم زد میده ایتا سه چهار روز در بر نمیده نه 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 سه چهار روز در بر نمیده بارولی خیلی خوب باشی انشالله دیگان توی بخی ما را دعوت کنیم خیلی هزار دفعه هزار دفعه زید بگه همین نانی همین قشلاق بسیار نانی بمزه است دیگه خیلی نانی توی زید خب انشالله بخی در توی خود تارم بیایم بخی میایم میایی بگی گیتی بود دل دیگه زن است حال گفتم دل دیگه زن است نه 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 مالی بشار زن داده چند دیگه یا گیدی بشار خلاص نه ما گفتم یک شوخی قطعید کردن گفتم در توی خودت میان گفتی بیا بخیر نه آه بیا آه توی من بشه خیلی نوبت بخواد بنام برسه انشالله چند بچه ایتون من در نوزن داده بشه من چهار تا بچه در زن دادیم سیم میدارمون جدا شدن در کتخیمان رسم باریخ چونستن ده تا یش مونده است که یکی نمون جوان است که مونده است یکش از او کلانتر است که در مدرسه میخونه در هفتر نام زن گفتی چی تو خوش را؟ آه خوشی میده خون دیگه آلی پیش مور از نام زن میده مکم میشیدیم مور است خوش روشل از هم آه همی رقم است با درخت ها در اینجا بگیرن چی نو درخت ها در اینجا میشن مثلا از میوجات بگیرن؟ درخت ما سه در اینجا نمی بید است سفیدار است چینار است سیم میدوان یگام یگام در خانه شون یگام یگام سیب داره و زردالو داره و نمی آلو بالو داره و یه قرار میوه کاری جان نیست گنده سیل هست؟ سیل؟ آه بسیار سیل داره سیل گنده سیل؟ آه بسیار گنده سیل داره این نمی نوبارک میبین همه نمی سیل خراب کرده اگه سک
این دره بسیار سیل میشه؟ بسیار خیلی نمو کوبانده جمع شده جمع شده به نمی دره قدیم میرسه درمو دره میره ما سابقه بود نمی پل نبود همین پل دهتر بخشی موجود کرد ما بسیار همین دولت کرد دهتر آخش هستیم که همین پل بخشی موجود کرد اگر وقتی که بارندگی میشه سیل میشه گو خر نفر که میواد نمو جو بند میموند گذشته نمیتونیست این یا نمو پر که جو شدم هرم موضوع که بارندگی هم باشه و تیرم که باشه گذشته میرا میایه مشکل من حال است. خیلی خوب انشاءالله که مشکلات برطرف شوه و درباره عروس هم گفتم عروس هم اینجا بود. عروس هو در قوشی میگن در قوشی بود. قوشی او را چرا قوشی میگن؟ عقاب داره زیاد. او هم بنای عقاب که قوشی بود بنام قوشی نسد که نیسین شب کریکدان نگفتن سه بوش بالا شب سنگر کوغازیان نگفتن این در همین درست این من مثل یک چیز بارید حیات در میشه بیدن من غلط خوب کده کدیم دیگه اما بخواهی اگه خانه جور کنه این سنگ های کوی استفاده کنه کسی مشکل نداره همین سنگ ها رسته در مکتب که زیر که آمده این سنگ بده نه سنگ یمونه این همین پس بدن این همین سنگ یمی جو بدن این سنگ ها سنگ های سیه هستن سنگ بسیار خوبش بودن سنگ هم مثل خشتی باری خشت بایی سنگ یمون مکتب این همی جو بدن خطان از وقت های سابق قصه کنین آجی سیب که مثلا جنگا بوده ایجا و روسا بود خطا عسکری کردین در وقتا نکردین؟ ما عسکری کردیم بله سیب ما عسکری ما در سمنگان بود در سمنگان ما عسکر بودیم در سال 56 رفتیم در سال 57 انقلاب شد که در 57 داوت ایبانی بردن ترکی کرد بعد ترکی سیب میدم اون بعد نمی پشتی در پشتی می رفیز الامین ترکی اون او دیگه و دیگه سیب یکم در پشوی توقعات تیر شد دیگه نمی آمدیم بعد از عسکری گم شد دیگه ای وقتی عسکریتون یکان خاطره در یادتان مانده خاطره یکان اتفاقات که رخ داده باشه در ذهنتان مانده باشه در اتفاقات عسکری سی بهترین عسکری اندیوالی عسکری بود اندیوالی داشته که سی میرمون از پدر و مادر کده اندیوالی عسکری خوبش بود این یارم که هر جا بینه اطلاع قایل است این عسکری اینا میگن بسیار یک دوران خوب بوده عسکری سی عسکری سابقه از پدر و مادر انسان کده خوبش بود شبا که انسانیت، ادبیات این هر چیزی که یاد میرسی عسکری یاد میرسی اول که میرسی همین سوی منصب رسم تعلیم برش تعلیم میداد که در یک آمیر ایسان میشه در مقابل پدر ایسان میشه او چی عمل میکرد چی اجراد میکنی او را سر تعلیم میکرد تا با دو سال سر نمی ادبیات تعلیم میداد که هر چی که یعنی ادب یاد میرسی عسکری یاد میرسی این عسکری حالی نه عسکری سابق مثل یک خانواده واری بود دقیقاً خب سلامت باشین حاجی صاحب در پایان هم مشکلات قریه تون خاطر بگین که چی مشکل داره مشکلات قریه ما سی بیا قریه است که کلگی نمی که میبینی که نه که یک نفر اگه نکردن کلی نمی ده غریبی است یک بریزون داره نمی خوبه نمی چوک سگ خاصن کاج ده بودره نمی تا اینو بگم یو نه بور ده سال درام میفروشه سی ولا بکاش نمی رسو این نمی یک چیزی نوشید میخرن میخرن میان رو پرشون نمی یک پاسوال یا چور سنگ باری که نمی دهتر می دادک شون پردارشون خیلی پردارشون میشه این چور با هم نیست دیگه هیچ چیزی ندارن اینا نمی یک برزم دارن یک جور چپک دارن یک کراشی جوی بازار دارن نمی قیقت دارن سلامت باشین حاجی سی بسیار زیاد تشکر از اینکه وقتتون رو به ما دادین و امروز ما کمک کردین در برای جا به ما معلومات دادین بسیار زیاد تشکر حاجی سی سلامت باشین زنده باشین تشکر از شما هموطنان عزیز و مهربان سپاس از شما که تا این لحظات بیننده برنامه بودین اگر هموطنان ما خواستن که به مردم قریه کمک داشته باشن با ما همکار باشن و در شماره واتساپ ما مسیج بگذارن ان شاء الله که اگر شما به هموطنان ما کمک داشتین ما ان شاء الله پس به شما جسم میم کمک هایتون به هموطنان ما میرسیم و مردم قریه هم یکی از مردم های محروم واقعا فیض آباد هستن که با چیزایی که مثلا اساسی زندگی باشن اینا دسترسی ندارن امیدوارم هموطنان ما در کنارشان باشن و کمک کنن و برنامه ما هم از عشه بود عشیر هم که آجی صاحب گفتن که در وقتی که جای میلجات بود هموطنان ما می اومدن به خاطر عیش و نوش میلشون در اینجا زندگی میکردن و به چکر می اومدن هم خاطر عیشه بوده که عیش کرده می اومدن در اینجا زندگی میکردن چند لحظه برای دوستایشون می بودن هم خاطر ایرم عشیر میگفتن و دوباره اینجا هم آجیس بسیار معلومات هم داد امیدوارم از برنامه هم شما لذت برده باشین سلامت باشین سپاس هم از سایق عزیز که در بخش کامرا زحمت کشید و تشکر هم از محیب جان که بخش عکاسی هم با ما همکاری کردن تشکر از شما هموطنان عزیز که بیننده برنامه بودین نظریات و مسیجاتون هم در کامنت با ما شریک بسازین تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدار شما سلامت باشین سلامت باشین